چرا وزیر ضد حوادث از این پرسار نمیکنه؟ حالا این طفل نیست یا از خود پدر مادر نداره؟ حق از این طفل و از اون آمدن های فیسبوکی و مکس میگیره ممتو میکنم از وقت تیر شو بیا بیشین اینو تو چارزانو کنه اینی را ماچ کنه اینو تو بگه ما که تو لغمه نان لغمه را بگیرن تو دادانش کنه اونو را وزیر و وکیل بگو چی تعداد نفوذ امشب در پارک شهرنو جمع شدن؟ بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. دا گوره تلوانو داسی کلی ما دا قبران زوی بیرا تا و جلی زوی بیرا تا پریخی زوی بیرا تا سی کلی را دا تا سطورو سا کمک خستی دا؟ جسان تو اصول تخور کناستی امی شهید ما غلطیدگی بود کسی نبود که شهید ما را ورداره ما در این روز رسیدیم امروز اعتراض شما مردم شدیم همین لحظه هم شما میبینید که ما در فکر تفکیک هستیم و فامیلایی که واقعا از ولایات به جا شدین در روز گذشته ما وقتی گزارش تهیه کردم از شهر نو به این تعداد نفر نبود کجا دفترتون آله دفترای به گلخانه مانده ما خود تو به چه خبریم خواستیم که از طرف شب بیایم و همین لحظه هم تقریبا ساعت 10 شب است و با جمع از دوستا همکارا هستیم که اینا خواستن که یک گروه را تشکیل بدن تا به این امتحان عزیز ما کمک بکنیم خانم ادیه سلام برسه بر شما خوب هستین سلامت هستین بخیر هستین بخیر باشین دو دوست دیگه ما که و دیگرام هستن که اینا خودشان رضاکارانه خواستن که امی فامیلایی که واقعا آواره شدن از کندوز تخار و دیگه ولایات ولسوالیا اینجا آمدن شناسایی کرده و برشون کمک بکنن خب چطور خواستین که تصمیم بگیرین شما خب بر اساس بحرانی که در کشور آمده سمیر جان ما هم یکی از همی شهروندا هستیم و خواستیم کسایی که بیجا شده اما اندک کمک کردم میتونیم رضاکارانه بیاییم برشان کمک بکنیم خیلی ممنون شما خوب هستین انشاءالله بخیر هستین سلامت هستین خیلی ممنون این خوب است خیلی که بعض دوستان تماس میگیرن برای ما میخوان که کمک بفرستن میشه که شماره شما را اگه مشکل نباشه که برشان بگویم برای شما بفرستن و شما تنظیم کنین امور کل شهر مشکل خواه نیست انشاءالله نه خیر نیست مشکل نیست ما به خاطر ازی خواستیم که این گروه تشکیل بتیم قسم که چندین بار آمدیم اینجا دیدیم کسایی که نیازمند هستن کمکایی که میرسه اصلا به مستحقین نمیرسه و به همین اساس تصمیم گرفتیم که یک مکان مشخص ایجاد شوه و ما بتونیم که همین کمکایی که میرسه به مستحقین برسانیم چطور تشخیص میتین این فامیلایی که واقعا نیازمند باشن و اون فامیلایی که آواره شدن و اینجا آمدن خب اتر یک چیز سمیر جان که این نیاز است که کسایی که آمدن و مهاجر شدن اونا خودشان باید با ما یک همکاری داشته باشند که به طور 24 ساعت یا در مدت شبانه روزی که میگذره درست روز کیها امرای از اینا پایدار میمانه و ما میتونیم که از روی از اینا رو تشخیص بدیم و میتونیم که کارت بر از اینا توضیح بکنیم و اونا را از این طریق بتونیم که کمک بکنیم خیلی عالی است پیشتر میریم سلام چطور هستی؟ سلام علیکم جور هستیم بخیر هستیم مشکل بعدی ما اینجا است که موتر میه کاسر در داخل بار میکرن میبرن به مسجد برای مردم میتونم مستحقین اینجا میمونه غیره اوجا میره میگیرن میگم من نماینده فلان هستم فلانی رئیس رایی کده میگم چرا فلانی رئیس اینجا نمیه مردم چرا نمیبینن چرا این خانواده را نمیبینن که کمپل نداره غذا ندارن یا جای ندارن یا فرش ندارن به این مشکل چرا رستگی نمیکنن میگه رئیس خواستم مدان دروازه هستم اونجا ما تلاشی میکنم تذکرهاشو نمیبینم و میام که ما را رئیس خواست ما را اجازه میتی نمیتیم خواست خودمون داخل میم برای ما این موضوعی که خودت یادآوری کردی برعکس گفتن کسایی که گفتن آواره شدن مستقش اونا رو انتقال میتن حالا ما آواره شده اینجا کلشان موجود است چرا ایا رو نبردن خب بیاین اینجا 1000-2000 نفر است یا بیاین که ما رو بردن ما به حق رسیدیم یا کم است یا آواره شدیم خانه ما رو عدس دادیم مال ما رو منطقه ما رو ولایت ما رو ولسوالی ما رو کلش عدس دادیم ما اینجا آواره شدیم یک چیزی دیدیم یا بگن ما صحیح است ما قبول داریم خیلی ممنون تشکر ببخشید سمیر جان گفتان قطع میکنم ما به ادامه گپای برادر ما میخوایم که ایرا بگویم ما وابسته به هیچ نهاده و دولت نیستیم ما فقط کمک های مردمی را از طرف تمام کسایی که به خصوص رسانه ای هستن و یک جا کردیم میخوایم همون کار را که از سم یک فرد فعال جامعه کرده میتونیم برای دوستا برسانیم و انشالله که تمام کارهایی را که ما میخواییم بکنیم او فقط برای مستحقین میباشه و این به کمک شما هست مثل که همین غذای همی ها که برای شام صبح چاشت میرسه مجاز همین تو دیگر کمک هایی که مردم میکنن یا دولت میکنن برای همین مردم مطابق ضرورتش برسانن کسی با کسی شکایت ندارن این روز خدا آوردن برای منطقه برای کشور برای این ملت
تعامل میکنیم. تشکر قربان شما صلوات میشیدیم. خب اگر اجازه باشه که این فضا رو بر ما باز کن. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. شما آماده تکلیف شما. ما میبریم تو دوازده بخوان دیگه. خب خیلی عالی. حرکت کنید که ما تو سرپناه برکنیم. مشی حرکت کنیم. خواه خواه وزیر صاحب وقت میده صحبت کنه سلام چطور هستی؟ خسته نباشید خوشحال هستم که همین بشوری کمره و لایت ما را راه کنه خوشحال هستم که شما را اینجا ببینم یک قدم اول بعد از او ما بسیار به یک مشکلی که ایران میمونی که چطور تصمیم بگیرد چهار هستیم مشکلی است که تعداد وطندارای ما که از تخار هستند، از کندز هستند، از مزار هستند ولی بودباشان دینمی کابل است، خانه دارن، کاروبار دارن، اونا هم آمدن در جمع از اینا یک تعداد مردم بسیار شریف ما که احساس پاک دارن و دوست دارن که به این مردم کمک کنن برای ما بار بار زنگ میزنن که به این کمک کنیم میگه ما نمیتونیم تفکیک نمیتونیم حالا شما پرسان میکنیم که امیر چطور ما تفکیک کنیم دقیقا من موافق هستم با حرف شما که متاسفانه فقر و تنگدستی مردم هم مجبور ساخته که ارزیابی در بین چند هزار آواره برای ما هم ساده نیستم ما ارزیابی های خود شروع کردیم همین لحظه که با شما صحبت میکنم دقیقا ساعت ده بجه یا ده و نیم بجه شب هستم همین لازم شما میبینید که ما در فکر تفکیک هستیم و فامیلایی که واقعا از ولایات به جا شدین ما در مناطقی که خوبتر و سرپناه هسته بهشان جا بجایی که درستیم متاسفانه فقر به حد چیز کرده که با یک خانم من روبروی شدم میگه من از امی کابل هستم به جان نشدیم مجبور هستم یا برای من کمک بده مطابق از این بالاتر یا من خود خودکشی میکنم این مشکلاتی هست که واقعا سردوشار همه ما شده مگرم به هر حالت من انشاءالله به شما و مردم افغانستان اطمینان میتونم که تیم ارزیابی ما دقیقا عمل زده که شما میبینید در ساحه توظیف شده سروی داریم که مستحق از غیر مستحق جدا بسازیم امیر چطور ببخشید دو کلمه گفتون چطور میخواین ما لگه باز فامیلایی که حداقل تذکره آوردین و ما نماینده ولایت ها پیدا کردیم از این بین بجا شده نماینده گرفتیم که تو از کدام قری هستی چه وقت بجا شدی تاریخ بجا شدگی و چطور تا اینجا رسیدی آمدی و آدرسی که در اونجا هستی و کسایی که غیر مستحق هستن اکثر از این لاجواب مانده برای ما مال تلاش داریم که او غیر مستحق هم وطنم هستم من میفهمم بجا نشده فقیر است کمکش میکنیم مگم حق اولویت بگذاره به کسی که خانه و کاشانش هست دست داره ما سر از این تلاش داریم انشاءالله امید به خدا که ما بتونیم تا فردا شما شاهدی تو یک وضعیت در پارک ها و دیگه نباشه برای همهش در حتی در مساجد شما میبینید که آل مساجد نوایی چهارم و یازدهم و دهم و نهم و ما جا به جایی که ما تشکر از مردم افغانستان هم میکنم و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با تمام همکاران کمیسیون ما آماده هستیم که خدمت کمک رسانی رو برای مردم انجام بدیم خیلی ممنون خیر ببینید سلامت باشین خوشحال شدم شما رو دیدم بخیر باشین تشکر از شما بخیر باشین سلامت باشین خب ادامه میدیم باش که دوستا و برادرها پیش برن و خانومدی او طرف رفتن خب همینجا را راه بکنین که ما تعداد فامیلا را نشان بدیم همینجا را راه بکنین اینی طرف راه بکنین اینجا را راه بکنین که تصویر اینجا را دوستا قسمی که شما میبینین در گزارش روز گذشته که از طرف روز آمده بودم اینی جا اینی قسمت که شما هستین کمره را گرفتین اینجا را ببخشین در روز گذشته ما وقتی گزارش تهیه کردم از شهر نو به این تعداد نفر نبود خیلی کمتر بود و امشب دیده میشه که تعداد زیاد مردم اینجا آمدن و از این معلوم میشه که یک تعداد زیادشان از کابل هستن و صحبت های پیشتر هم شنیدین از وزیر صاحب حوادث بودن خب پیشتر میریم خب اما تو پیشتر میریم خیلی خانم هده پیشتر میریم خب سلام چطور هستین؟ خوب هستین؟ سلامت هستین؟ مسئول عمومی اینجا هستین؟ بله مسئول هستم مجبور هستم امون سوال ما از شما پرسان کنیم چطور تفکیک بکنیم ما چی کنیم؟ تفکیک اینجا خواه گرچه تمام از یه هموطنان ما مستحق هستن ما کسی رده او اما ما یک رده بندی کردیم کسی که مستحق است و کسی مستحق تر است او را ما متشخیص میکنیم همین وقت شب که میشه بعد از 11 شب کسایی که جای دارن پایگاه دارن قوم خیش
جای مناسب تر دارن از پارک کرده و میرن. بازم کسایی که مستحق‌تر است و میمانه و بر از ما کمک های رسیدگی را باز بعد از 10 11 12 شب ما توزیع میکنیم. این می یگانه راه تفکیک است دیگه، یعنی در ساعت 12 و 1 شب ما میتونیم تفکیک کنیم. یعنی مطمئن هستین که مردم که از کابل آمدن اینا میرن؟ بله بله، اینجا اگر شما ساعت 9 بجه در حاضر باشین، شاید از این صحنه هستین که همراه هم بار بسترهشان گروپ 10 نفر 8 نفر می برایان میران. یعنی ما مجبور ساعت 12 یک شب باید بیم. ده غیر از او دیگه نمیشه. ما روز گذشته هم تو پیش میریم، در روز گذشته اومدیم اینجا گزارش تهیه کردیم، هیچ نفر نبود. اما امروز میبینم وقتی که کمک های اینجا آمد سرازیر شد، میبینم تعداد زیاد مردم اینجا آمده. حسیب جان بیشتر برو، بسیار زیاد بیشتر برو. یک موضوع دیگه هم هست، این هم دلیل از زیاد شدن از زیاد ای است که روز به روز ولایت ها سقوط کرده رفته رئیس و هزار ولایت. ما قبلا تنها از قندوز و تخار مهاجر داشتیم، امروز ما حتی از غزنی جه مهاجر داریم. شما میتونید اینجا تثبیت میشه، ما جای را مشخص کردیم برای مردم قندوز، تخار، بغلان، بلخ و غزنی هم یک تعداد از شبرغان هم آمده، اینمیجا هستن، اینمیجا ما کمک میکنیم برشان، همکاری میکنیم، هم خیر بیند تجارا و میا خود دولت هم از طریق نایاد نان توزیع میکنه و دیگه وسایل که هستن تجارا توزیع میکنن. مادر جان از کجا آمدین شما؟ سلام. از پلخمری. از پلخمری آمدین؟ آمدم بیوه اصلا. چی گپ از در پلخمری چی گپ بود؟ در پلخمری پشت خواست، اینه کلی جایی تو بود، اما سقوط کرد ما دو تا بچه گرده. پلخمری هم سقوط کرده؟ آه دوشی پلخمری سقوط کرد ما دو تا بچه گرده هدم، دو تا دختر جوانی ما گم شده نیمانی. کیو دگیری طالب است در کجاست؟ خود ما امیل بلیزمی هستم. از صبح طرف دیدم یک گلاسه و بری محمد هنگ در نانی بر ماسم هستم، ولی خودم بلیزمی هستم. مادر جان. ولی چی کنم حالی؟ مادر جان قن. خودم یه سرپرست. دختره هم دو تا دختر جوان گم شده حالی. یه در اولادای مرسل کنید. کجاست دختره ایتان حالی؟ دختره هم پلخون بیمانده. من خوندو تا بچه خامدیم. از برای خودی چی حال است؟ پلخمری اگر سکوت هم کرده شما نمیتونید اینجا زندگی کنین؟ نه چرا زندگی کنی؟ آلی کترا بود مو برای شود خانه مردم در میاد، چی حال زندگی کنی؟ امیل مکه شوار ما برایش کشتش نمید، چرا زندگی کنم اینجا؟ خودم بیوزن خودم تو بچه خمی جامعه دیم شیشتیم، بلیزمی شیشتیم آلی خودم سرپرست هم ندارم، یعنی بلیزمی خاکشتیم بیر پیرسل کنده میره. از برای خدا چی کنم؟ حکمت هی هیچی حکمت بود، مردم در مردم خدمت نکرد، خیانت کرد. تو در بدری زیاد زیاد است. خیر باشه مادر جان، خدا بزرگ تشکر. بیشک خیر باشه بیشک. پدرم آجان کجا در خاک قلطه یزون از کجا آمدی پدر؟ از قندوز آمد. از کجا قندوز؟ از داخل. از داخل؟ ها با کی آمدین؟ با روی نمه تفلک های ما مرم چهار خانه سیم همجا مهیم همی و سر زمین خوش سر خاک قلطه یزون با ما هیچ چیز نرسی هست. ها غیر همین نان مواد خوراکه را زد دیگه، نه تا پرش از نه کمپر از نه یک چیز دیگه است، همه تا تکلیف است. کامره رو بالا بکنین او استقامت ببینین، کامره رو بالا کنین او استقامت ببینین که چی تعداد نفوذ امشب در پارک شهر نو جمع شدن. این در حالی است که روز گذشته ما وقتی که اینجا آمدیم و سر زدیم دیدیم خیلی کم مردم اینجا آمده بودن، اما امروز بیش از حد، امشب بیش از حد مردم اینجا دیده میشه و او طرف هم نشان بتین برای مردم، اما طرف هم ببینیم که ما در روز گذشته همی تعداد نفوس نداشتیم اینجا. شما ببینین که امشب بیش از حد زیاد شده. یک دلیلش هم میگن که ولسوالی های دیگه هم وقتی که سقوط کردن اینا اینجا تشریف آورده، اما یک موضوع دیگه هم است که تعداد زیاد وطندارای ما که از امو کندوز و تخار و نمیفهم بدخشان و اینجا بودن، در کابل بودن، اینجا آمدن خدا بستری ساختن تا ای که کمک بر از نام برسه. قسمی که دوستا گفتن، رفیقا گفتن و اینا گفتن که مردم همگی فقیر هستن، از او خاطر گفته باید بر مام برسه. اما موضوعی است که کسایی که آواره شدن خانهشانه، فرزندشانه، شوهرشانه، زنشان را از دست دادن، اونا اولویت دارن، اونا مستحق هستن. در کنار از این وطندارای دیگه هم که اونا هم نادار هستن، فقیر هستن، بیچاره هستن، اونا هم آمدن میخواین که برشان کمک شود. بسیار یک موضوع مشکل است که ایره ما نمیفهمیم که چطور تفکیک بکنیم. هر رقمی که بکنیم، عده جان هر رقمی که تلاش بکنیم بازم
نمیشه. بله. اینجا یعنی کمک توزیع کردن اینجا محال است، هیچ امکان نداره. به خاطر از اینکه خیلی سخت است. ان شاء الله زنا بر خدا. مشکل است. بله. خیلی مشکل است. تنظیمش خیلی, خیلی مشکل است بابت اینکه نفری پیش از حد زیاد ضرورت داره. پناه بر خدا سمیر جان، ولی ما یک کار کردن میتونیم با کسی که مسئول عمومی شان است با اونها در ارتباط باشیم و اونایی که در یک جمع منسجم هستن میتونیم اینا را توسط از اونها شناسایی بکنیم. و ایگه ما میخواییم که برای تعداد از هموطنهای ما که ما را بیننده هستن ازشون خواهش بکنم که در این حالت هر چیزی که در کابل هستن در خانه ها ما بسیار چیزایی را داریم که نیاز به اون نداریم، از قبیل بعضی از فرشا، از کمپل، از بالشت، از روجایی، از حتی لباس اطفال است، از کلان، هر چیزی که هست اگر لطف بکنن بیارن اینجا، به خاطر که اکثریت کسا حتی یک چیز نداره که زیر پای خود آوار کنن و در سر از او بشینن. بله قبول است، حتی کمپل ندارن که تفلکایی که زیر سن 3 سال و 6 ماه و 5 سال است امشب تیر کنن. 12 نفر خودمون هستیم میتونیم که اینجا ببریم، حتی نه بزرگش کمپل داره نه خردش. ده قضیه ظلم هم شده مسئله هیچ کس در این مدتی که 2 روز آمدن 3 روز شده 5 روز شده 10 روز شده بعضیاشون مشکلاتشون حل نشده. چنگه موری خی تدخل کن زاین رغلی کندوز نه کندوز نه سو کسانی منگه او درینه پارا درینه پارا خپل درینه پارا خپل ام دلی یو لیورک زمین دبلا من درور ده یا می خورده دا گوری طالبانو داسی کلیما قربانی طالبان رانه نو تلخیا طالبان رانه نو تو زمی وردو که و زمی وردو که و زوی را تبی و ما چی که بغاری و علی کنه چی زمی ما بیای دو خدای رو پاره زمی منگا المجبری ندقا کار کوی دقا یا مالی دوڑی منگا چی چیره پیدا کو چیره او خر چیره اغا کو دا کنداغه چې بیرته کړه اوس دلته وال ما بیو کوم د سره وګورم بل کنداغه ورک دلته مې لګیدل زه دغه ته کار کوم چې جړه به را تر شي جړه دا وګی نه دا اور میګ مې د پخې مې غول شنی دي زه را ته بوت په داګو لګ میړه مې هم ګون دا هم کندا سپینګیرم دا دا سه الله دې منګرو ته خبرون زوی به را توجه لای زوی به را ته پریخې زوی به څنګه سکړی را ده او بخموره دیر او بخموره تا ستروس کمک خسته چند تا شرط خاور کنستی کمک برسیم دستفانه جگه خون میشه. چطور هستین؟ خوب هستین؟ سلامت هستین؟ از کجا آمدین شما؟ ما از ولایت بدخشان. از بدخشان آمدین؟ در بدخشان چی بود؟ در بدخشان جنگ است، بمباری است، ولایت ما را گرفت. دیگه ما از ولسوالی راغ هستیم، ما اینجا آمدیم که یک کمک میه، یک کسی برای ما او را چور میکنه مردم، خیلی ما چی کنیم دیگه؟ در آن همین خرابی از خود ما و شما هستیم، مردم ما که میان کمک میکنن، چور میکنن، همون کمک کننده بیزار میشه، بیزار میشه، میره از پیش ما، میره. امی شهید ما غلطیدگی بود، کسی نبود که شهید ما را ورداره. ما در این روز رسیدیم، امروز ایتاج شما مردم شدیم. ایتاج شما مردم شدیم، باید شما مردم ما مردم وردارین. امروز که ما آمدیم پناه آوردیم با شما، با خدا، با شما پناه آوردیم. چرا ما مردم پایمال میشیم؟ ما فکر نکنم که مردم بیرونی کابل اینجا شما رو خدای نخواسته پامال بکنن، اونا علاقه دارن که شما رو کمک بکنن. ما آمدیم فعلا همینجا آمدیم، طفلای ما بروسکو در زمین قاق است، یک فرش نیست، یک دانه کمپل نیست، یک چیزی خوراکه نیست، یک خرچی طفل ما نیست، ما چی رقم کنیم، چی زندگی کنیم؟ خوشبختانه که اینمی مشکلات شما را مردم عزیز ما درک میکنه، اما شما هم ایره درک کنین که اگر ما بیایم اینمی جا کمک کنم تو باور کنم از زیر پای میشم. چرا همی کار میکنن مردم؟ همی کار میکنم تاسف. از دولتی های ما، از دولت ما خواهش میکنیم که اداری از ایره بگیرن. مردمی بیرون خونه که اومده مردمی هم داخل کابل هست، شو میره و خونه شان شو نیستن، روز من شو میره دیگه، ما را برده یک مسجد هم داره. وطندارای خود شما هست که در کابل زندگی میکنن، وطندارای خود ما چهار تا مردم های کابلی هست که دونیل کابلی اید نمانده، ایج آبرو را نمیفهمه، حیثیت را نمیفهمه، کل ما را به حیثیت و به آبرو کرده صافته به یک کارای شد. بیا چورتی چور شده. خواه پیشتر بریم، پیشتر بریم، او طرف هم سعی کنین که چقدر چطور هستین؟
سه شب شد اینجا چطور هستی؟ روز بایرق تیر شد بخیر آه تپه وزیر اکبر خان که مصاحبه کردیم تشکر من روز من خود تا نیدیم میگه سه شب شده اینجا هستم نه من واقعا میگم همین مردم ها وطن داره قندوز خبر باش که سوال پرسان کنه که خود چیزی چی میگنه ما به نام خداوند بخشاینده و مهربان عارف وطن دوست همیشه خوب به خدمت مردم خود بوده ما هستم تا واسه توان خود ما همیجا هستم رضاکاری میکنم این وطندارا خبر دارن تا یک بجه دو به شب کدی همی هستم هم دردی میکنم من خودم هم دمی احمدیار شکر خانه و همه چیز زندگی دارم مگم آدم از حق تیر نشه یا یک کمک توجه نمیکنن در گب زدن خود در چشم دید خود این مردم سعی سموطن ما شماست یا ما شما در پایتخت زندگی میکنیم کابل تا قندوز بسیار فرق داره محیطش منطقش حال مثالش ما خرد بودیم ما از همین کابل هستم گپ زدن خودم بکنم کت میکنم بخاطر از اینکه چی نشه ما از خود یک سوال پرسان میکنم که سه شب گفتی اینجا هستم بله ها سه شب شد مردمی که از کابل اینجا آمدن فکر کو از تخار بله. کندوز هستن ولی بوده باشن در کابل هست اینجا اونو مردم اینجا من نه اینا این گپ ما بر تو نمیزنم مردم که میان گوش کو این مردم واقعیت از کندوز است مگر مردم کابل ما مزق تیر نمیشم خانم ما رو نگرفتین شما بله. مردم کابل که از کابل هستن نه اونا که ایجا هستن 80% خارج است مردم تخار مردم کندوز مردم که از این ولسوالی ها در کابل جای دارن خانه دارن تذکره دارن از اونجا اینجا زندگی میکنن اونا هم در جمع از اینا آمده البته منظور تویست که مردم سابق قضی ولد قضی در پایتخت نخیر من خودم در چشم خود دیدم من سه شب شده ایرم واقعیت ایرم برشان خدمت میکنم بلا میکنم بنام خدا میکنم فهمیدی من از این بچه کرده بسیار نیستم من از کابل هستم سعید سرمه یا حق دارن من از این بچه کرده بالا نیستم این طفل هستایی که چبلق پایزی رسایی کن چرا از این قضیه اشرف غنی پرسان نمیکنم چرا وزیر ضد حوادث از این پرسان نمیکنه حالا این طفل نیست یا از خود پدر مادر نداره حق از این طفل از اون آمدن های فیسبوکی و مکس میگیره ممتو میکنم از واد تیر شو بیا بیشین اینو تو چارزانو کنه اینو را ماج کنه اینو تو بگه مکه ای تو لغمه نانه لغمه را بگیرن تو دادانش کنه اونو را وزیر و وکیل بگو هر ما بچه کابل هستم ما سه شب شد تنه دینی حالت مکدی از این مردم هم دردی کردیم مگه من زب کم است به خاطر که این مردم مردم با غیرت است مردم با ایمان است مردم با وجدان هستند ما برات میگم ما که از این مردم بلد هستم در منطقه منطقه از یاد چارتو در خانآباد نیک پای همه جای ما رفتیم خیلی ممنون تشکر قربانت که خدمت میکنیم بسیار زیاد است بسیار زیاد است و آفرین از اینا هدیه جان که اینجا اینا آمدن در این هوا در این گرد خاک بدون فرش بدون کمپل لیاف در فضای باز پشه مگز هر چیز است خب آدم جگرخون هم میشه هده جان بابت از این که اگر امی مردم 50% اگر آرام نباشه بدبخت هستن بیچاره هستن غریب هستن از او خاطر میگن چون کمک ها میبان به من برسه اینا اگر کمک ها نظر من یاد ببخشی که گفتم خط کدم میرم نظر ما می است که اگر کمک ها زیاد باشه خب همین مردم هم توضیح شود اعتراض امیر جان که ما کلن یک کشور فقیر هستیم و تقریبا 80% مردم افغانستان در فقر و بدبختی در این شرایط بد فعلی بسر می برند همه گی نیازمند هستند ما از کسایی که توانشان می رسه جدا خواهش می کنیم که کمک بکنیم تا ما بتانیم از طریق شما به اینا کمک بکنیم خیلی ممنون خب پیشتر میریم متاسفانه می رفیقای ما اجازه نمیدن که این طرف فامیلا رو ببینیم همراه فامیلا اینا مصاحبه کنیم بیاش کنید همراه یکی از دوستا اگر مشکل نداشته باشن که پیشتر بریم صحبت کنیم آبو بخشن خیلی مگه جانه شانا بگیرم خب سعید امی خانمو که صحبت کردم که گفتن طالبا هم خودشان لطکوب کرده و بچه شانا اون میگه بیاین از خیمه ما یک برای دیدن بکنین خب درست از کجا هست همون مادر؟ اون قسمت از آمد خب بین که همونجا بریم بین که به خیمه مادر بریم که مادر جان اینجا آمد سلام و علیکم سلام بیا بریم دمی خیمه می باشی مادر؟ آه بیا خیلی امرای کیا هستی دیگه اینجا؟ امرای دیگه این دوستا که اینجا شدن آدم هم سرگندیم دوست راقلی ما تک و تنه یه دوست تک و تنه زوی می طالبان اونی و یا خدا یا زوی می و لرکی کتا کمونا طالبان اونی و پاتش ما تن آخری راقلم دیخوا مجبوره شما
او د قندو سیخیا اده جان میبینین که دهی خیمه حتی فرش هم نیست نه چند خانم اینجا و زمین هم خار است، خسخاشاک است، سنگ است، همه چیز است، باز هم از تمام هموطنهای ما جدا خواهش میکنم چادر که کمک کنیم. شما کدک شویستم که دیدار جلی چادر میکنم. تعداد بیش از حد زیاد شده، بیش از حد تعداد زیاد شده، حالا اینجا سنگ میکنی، ایران میمونه که چی کار کنی؟ و کسایی که به کمک کردن میه خیلی سخت است برشان. بسیار سخت است. دیر سخت است مرجانه. اره من خود خیمین رو را خیمین نوزو من باندې خپل ابرو عزت ګرانده خیر شه من باندې خپل ابرو عزت ګرانده لخیل دیندغه الف من غبیرون پردې چې موږ واده سي ګډوډي وای مکو ډیر ګډوډي د مورجانې مون فکر کوو چې څنګه کولای شي تاسو سره مرسته وکړو نشي کولای مو اره که چې شور کوي خلک په پټکی دغلته مون سره پټکی کومک کورو دغه حالات ما یله می هم ګوند هم کند د کار دی بار می ته استاد زبا مختاز د مړي ژوند دی به څنګه وکم شمیره لري مرجان شمیره تلپن را طالبانو دانه دانه کماتیک نشته اوس تا سره د شمیره را ته بیا زنګ سیده ز د اکاونټ سیده خو بین کبرې مخ و ما خواستیم که امید توقف بتیم. بسیار تشکر از اینکه شما تا این لحظه گزارش شما را دنبال کردین، این ویدیو ما را تماشا کردین. دوستان همونطور که ما بر شما گفته بودم و یک تعداد خواستن که کمک بکنن، شما در تصویر دیدین که چقدر کمک کردن اینجا سخت است. باید یک تیم کار بکنه و خوشبختانه که خانم با خانم هدیه معرفی شدیم و اینا یک تیم هستن که میخواین که خودشان کار بکنن، خاص به خاطر خدا، خاص به خاطر الله. و امی کمک هایی که مردم، تجار یا شمایی که از او طرف میفرستین برای مردم برسانه. و اگر اجازه شما باشه هم شماره شما رو خیلی بگویم که به تماس بگیرن که مستقیم امرای شما باشه. و امی شماره رو شما تماس بگیرن، امی شماره تماس بگیرن، خانم هدیه امرای زنا امرای نمایندهشون به تماس میباشه و از امو طریق میتونن که امو کمک های شما رو برای زنا برسانه. به خاطر از اینکه برای شخصا خودم خیلی سخت است. یک تیم کار داره که یعنی دیدین که چی حال است. بسیار سخت است. دیگر شما چیزی گفتنی ندارین که خداحافظی کنیم بخیر. خب در قدم اول ما میخواییم که برای تمام کسایی که اگر قرار باشه کمک بکنن این دل جمعی را میتونم که از اولاد آدم که ده هیچ چیز زیاد نیست امیر جان و من یک مادر هستم و به سر اولاد نازنینم قسم میخورم که یک روپه کسایی که کمک میکنن را بیجا نکنم. و این موضوعات در افغانستان بسیار زیاد شده و من شکر خدا و الحمدلله شاید بعضی از دوستا بشناسن که نیازمند به چیز نیستم شکر خدا و خاص از برای خدا میخوایم که رضاکارانه کار بکنم و کمکی که میای او را به مستحقین برسانم. خیلی ممنون، تشکر از شما هم کمکاری میکنین، سلامت باشین و امشب خواستین که اینجا بین و یک بازرسی بکنین و رسی بکنین که ببینین که مردم در چی حال هستن و میخواین که همون تو صادقانه و خدایی کار بکنین. بسیار تشکر. زنده باشین. سلامت.